پیام این سرود برای پدران و مادرانی که خود بهره ای از آموزش نبرده اند به خوبی روشن است. آموزگاران مدارس عشایری از خود عشایر هستند. همه فکر و طرح آموزشگاه های سیار برای عشایر نیز توسط خود آنان پیاده و اجرا شده است. پس از 5 سال آموزش در زیر چادر، دانش آموزان به دبیرستان می روند که مدرن ولی در این حال عشایری است. دکتر بهمن بیکی به وجود آورنده نظام آموزش عشایری می گوید عشایر که من خود از آنها هستم به مدتی بسیار طولانی فراموش شده و از همه چیز دور افتاده بودند و اکنون سزاوار همه آن چیزهایی هستند که ما می توانیم به آنان بدهیم. دکتر بهمن بیگی مرد خوشایند و کم نظیری است و با اعتماد به نفس کسی که خوب می داند شغلش چیست عمل می کند. یک دلیل دیگر موفقیت آموزشی فرزندان عشایری روحیه قوی و شور و شوق آنهاست. آنها می خواهند درباره همه چیز بدانند. پس از فقط 2 ماه آموزش زبان انگلیسی در این چادرها، بسیاری از کودکان چادرنشین از عهده نوشتن انگلیسی بهتر برمی‌آیند تا بعضی از کودکان انگلیسی با چند سال آموزش. میگویند رقمی نزدیک به 8 نفر از هر 10 دانش آموز این مدارس در کنکور دانشگاه پهلوی موفق می شوند. در طی 14 سال تعداد جوانانی که آموزش عالی می بینند در کشور 7 برابر شده است. از 24,000 تا حدود 170,000 تن. 14 سال پیش تنها 9 دانشگاه در ایران بود. امروز 70 دانشگاه و آموزشگاه عالی وجود دارد. مهمتر از همه تعداد فرزندان خانواده های روستایی و کارگری که به دانشگاه و آموزشگاه های عالی راه می‌یابند از 8% به 40% کل دانشجویان افزایش یافته است. آموزش از راه های گوناگون در کار آن است که زندگی کسانی را که هنوز فقیرند دگرگون سازد. دوشیزه نزهت نظیری عضو سپاه بهداشت است. وظیفه او به کار بردن آموزش به عنوان سلاحی در مبارزه با بیماری ها در سطح روستایی است. مأمور بهداشت روستایی در این حال وظیفه دارد که فرزندان روستایی را درباره همه موضوعات مربوط به بهداشت و پاکیزگی آموزش دهد. درس امروز مربوط به آب لوله کشی و چگونگی استفاده از آن برای جلوگیری از گسترش میکروب ها و بیماری هاست. همه تأکید بر پیشگیری از بیماری هاست. درسی که از اینجا می شود آموخت این است که نیازهای آموزشی فقیران در همه کشورهای روبه رشد بسیار ابتدایی تر از آن است که مردم در کشورهای پیشرفته تر می توانند تصور کنند. موفقیتی که اداره کنندگان این طرح به دنبال آنند این است که در طول 10 سال وقتی کودکان امروزی خود پدر و مادر می شوند بتوانند بهداشت روستاهایشان را تأمین کنند. ما این کارا را از همه جهت دوست دارم.
ما این شغل رو قبول کردم تا بتونم به هممیهنانم کمک کنم. ما خودم یه دوره 6 ماهه بیشتر ندیدم و خیلی چیزا درباره چگونگی انجام کارا یاد گرفتم. ما خودم آموزش دادم و حالا میتونم به دیگران تعلیم بدم. مثلا چطوری از بچهای شیری نگهداری کنم، چه از نظر غذا دادن به اونا و چه از نظر پاکیزگی و بهداشت اونا. امروز ما از بچه خودم با توجه به این نکات نگهداری میکنم و میل دارم دیگرانم مثل خودم باشه. دلم میخواد که یک دیگر مثل خودم باشید. من اصلا بدون حقوقم کار میکنم ولی کار خیلی Really, I would even do this work without pay because I believe in it completely. Must one work only for money? درمانگاه کوچک کاهگلی نزهت نظیری توسط خود روستاییان ساخته و مجهز شده است و برای هر یک از آنان تقریبا 200 ریال هزینه برداشته است که برای آنها مبلغی است. تعداد رهبران خارجی که به ایران می آیند تا کمک یا راهنمایی بگیرند دلیل این است که شاه در واقع یکی از مهمترین افراد در جهان است. حتی بدزبانترین انتقاد کنندگان از شاه یعنی روزنامه نگاران خارجی به این موضوع اعتراف دارند. شاه یکی از معدود افرادی است که در عمل سرنوشت جهان را تعیین می کند. همچنان که سادات رئیس جمهوری مصر که در اینجا میهمان شاه است می داند، شاه در پشت پرده به اندازه هر کسی تلاش کرد تا جلوی شروع 4 جنگ خاورمیانه را بین اعراب اسرائیل بگیرد. جنگی که ممکن بود آمریکا و شوروی را نیز درگیر کند. The Shah has played as big a role as anyone behind the scenes in helping to prevent the start of the war which could involve America and Russia. در صف مقدم کسانی که خرابکاری در داخل ایران را تشویق و کمک مالی می کنند گروه های افراطی فلسطینی و پشتیبان مالی آنها یعنی سران لیبی هستند. این بهایی است که شاه برای استفاده از نفوذ خود جهت جلوگیری از انفجار مجدد خاورمیانه می پردازد. نفت سرچشمه کلونی قدرت و نفوذ شاه در صحنه جهانی است. در یک دوران اصلاح و تغییر منابع که میبایست در 1973 پایان یابد، مصرف کنندگان خارجی و دانشمندان آنان بودند که نفت را برای دگرگون ساختن دنیا به کار بردند. امروز یک بار دیگر نفت دارد دنیا را تغییر می‌دهد، ولی این بار این صاحبان نفت هستند که بیشتر شرایط را تعیین می کنند. When King Khalid of Saudi Arabia came to call, هنگامی که ملک خالد پادشاه عربستان سعودی به ایران سفر کرد، ایرانیان احساس رضایت زیادی کردند. پس از افزایش قیمت‌های نفت که موازنه قدرت اقتصادی و سیاسی جهان را برهم زد، کشورهای صنعتی کوشیدند که یگانگی کشورهای تولید کننده نفت را متزلزل کنند. در حالی که تلاش ها برای درهم شکستن اوپک در جریان بود، روابط میان ایران و عربستان سعودی زیر فشار قرار گرفت. کشورهای صنعتی میکوشیدند عربستان سعودی را متقاعد سازند که از سیاست های نفتی که شاه از آنها پشتیبانی میکرد جدا کنند. شاه ایران متفکر اصلی اوپک بود. هدف اصلی شاه این بود که ملک خالد را ترغیب کند که محکم در کنار تولید کنندگان دیگر نفت بایستد و در صورت لزوم برای مقابله با افزایش قیمت تولیدات کشورهای صنعتی خواستار بالا بردن بیشتر قیمت نفت شود. در واقع شاه نقطه مقابل تصویری است که دیگران و بیش از همه روزنامه نگاران در داخل و خارج ایران از او ترسیم می کنند. رفتاری ملایم و نجیبانه دارد و در گفتگو و بحث شنونده ای شکیبا و با توجه است و عجیبتر از همه این که مردی کمروست. چه چیزهایی شما را خشمگین می کند؟ بیش از هر چیز از بی‌عدالتی خشمگین می شود. From wherever I come. از هر ناحیه‌ای که باشد.
به خصوص بی‌عدالتی که متوجه کسی شود که نمیتواند از خودش دفاع کند. آیا خیلی وقتها عصبانی میشوید؟ نه، فکر نمی کنم. ولی وقتی عصبانی میشوم در آن اوضاع احوال دست عملی نمیزنم و صبر میکنم که